با سلام آرزو هستم از فرکده آرزو. امروز هم رسیدم خدمت شما بزرگواران با یک فال قهوه کلی بدون زمان به همراه تکنیت ورق و خاص شما دوستان عزیز و گرامی. امیدوارم که در صحت و سلامت باشین، هر جایی که زندگی میکنین در آرامی صلح باشه، انشاءالله همه تون دلهاتون شاد بشه، غم از خونه ها بره بیرون، الهی آمین انشاءالله. قبل از اینکه شما نیت کنید و فالمون رو شروع کنیم، مثل همیشه یاد میکنیم از رفتگان خاک، یادشون رو گرامی میداریم، انشاءالله که روحشون در آرامش باشه، الهی آمین. لطفا نیت کنید تا مثل همیشه با نام خدای مهربون فالمون رو شروع کنید. بسم الله. فال قهوه کلی بدون زمان به همراه تکنیت ورق در انتها. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، ببینیم چی برامون نقش بسته. زیر دسته ورود شخصی رو به دایره زندگیتون دارم میبینم. این شخص آقاییه که داره به زندگیتون پا میذاره، حالا برای یک دوستی یا برای ازدواج یا برای هر آنچه هستش. ببینید گردآمد حالت یه، حالا شاید از گذشته شما، شخصی که داره به زندگیتون پا میذاره، شخصی کسی که قبلا باهاتون یه زندگی کش خلقه میکرده، ناآرامی میکرده، یا اونجور که باید باهاتون رفتار نمیکرده، از یک یا در یک روابطی بوده یا زندگی بوده. حالا میگم آقایی که یا گذشته دار هستن یا تو گذشته شما بودن، یا در یک زندگی یا یک رابطه داشته که خیلی ناآرامی بوده، حالا داره با شما بابا آشنایی یا محرمه تو ازدواج رو آغاز میکنه. به زودی هم اتفاق براتون رو خواهد داده، حس قشنگی رو داره برای شما میاره، ولی از یک ناآرامی داره میاد بیرون. یه رابطه خوب نبوده، یه زندگی خوبی نداشته، داره میاد بیرون و داره به زندگی شما پا میذاره. چه شخصی خب براتون سقف روشن افتاده، از یک مهر، از یک جدایی، یک سقف روشنی که در انتظار شماست. بعد از یک کاتی، بعد از یک جدایی، براتون یک سقف روشن، زیر سقف روشن هم پول افتاده، پس یک مالی دستتون میرسه، یا میرین زیر سقفی و برای خودتون کار میکنین و درآمدی خواهید داشت. پس میتونه از قبل یک جدایی مالی بهتون میرسه، میتونه از یک بعد از یک جدایی شما شاغل بشین، زیر سقف ورود کنین و بازار کار و رزق و روزی هم برای خودتون در بیارین. به امید خدا هر چه خیره رخ بده. یک سند کلر رو براتون دارم میبینم، مرتبط به یک موضوعی سندی قدری، شاید الان به هم بیختگی داشته باشیم، فعلا دور و برش یه ذره حاله ناآرامی دارم براتون میبینم، یا مرتبط به این موضوعی سندی هنوز بلا تکلیف هست. این سند میتونه مرتبط به سند ملک، مغازه، خونه، سند زندگیتون، هر چیزی یا یک سند رو در گروه جای گذاشته الان بلا تکلیفه. یه قدری ناآرامی از قبل یک سند رو میبینم، مدتی هم فعلا یه قدری دورش حاله از کدری افتاده، یعنی شاید یک زمان ببره ولی به آرامش میرسه. این دوستانی که قلبتون الان به درد اومده یا شکسته شده، یه دیدار و ملاقات براتون افتاده. حالا این دیدار و ملاقات میتونه توی زندگی با هم قهر هستین آشتی میکنی، یا توی یک رابطه احساسی هستین که یک دیدار و ملاقاتی به واسطه غمگینی و ناراحتی که براتون به وجود اومده آشتی، صلح و صفا رو داره بهتون نشون میده که انشالله براتون رو خواهد داد. از یک ترازو براتون حکم روشنی که صادر خواهد شد، مرتبط به یک ترازوی رأی دادگاهی، براتون یه حکم روشن دارم ببینم، انشالله که تا 4 وعده آینده می اتفاق قشنگ براتون رخ میده. دوستانی که توی اسمتون ه، حال از هر ه سین و باز یه ه آخر الف هستش، دارم براتون میرم، مرتبط به یک سقف خوشحالی دارین، خونه یا محل کار براتون خوشحالی افتاده و یک مالی هم داره به دستتون. البته که چشم انتظاری یک پول هستین که باعث رضایت قلبتون میشه، یا برای حرکت احساسی میخواین یه هزینه رو بکنین، منتظر یک پول و مال هستین، یه تایم خیلی کوتاهی ولی به دستتون میرسه، یا برای یه کار احساسی هزینه ای میخواین بکنین، قدری زمانه، یعنی یه تایمی ببره، یا یه فرصت، یا یک هنوز دارین پولی به دستتون برسه، زمانش نرسیده برای اینکه اون راه احساسی یا اون حرکت احساسی یا اون خرید احساسی رو انجام بده، ولی به هر حال یه پولی که برای یک راه احساسی منتظریم به دستتون برسه خرج بکنیم. حالا میتونه برای یک محرمیت باشه، برای یک کادو و هدیه مناسبتی در راه دارین،
هر چه هست یک تایم باید بگذره و این پول به دستتون میرسه و به موقع این هزینه رو میکنی یا این خرج رو میکنی، برای اینکه دلتون شاد بشه یا مدل به هر شخص احساسی که هست. سندی که اینجا براتون به روشنی افتاده، اونجا سند کدر بود ولی اینجا سند روشن افتاده، اما این سند سند احساسیه، یعنی ازدواج قلبی که به انتها به ازدواج داره میرسه. حالا مرتبط به یک ازدواج، اگه یه سرم به هم ریختگی بوده، پرچم صلحی ها به هم ریخته بودین، یا تعویق افتاده بوده، یا شکل می گرفته، یا جور نمی شد، یا قهر بودیم برای به هر دلیلی سازش نبوده بین خودتون، بین خانواده ها نمی شده، پرچم صلح افتاده و راه احساسی که به ازدواج منتهی میشه و سندش هم خورده میشه، تمام میشه مال هم دیگه میشین، عقدتونه دارم صحبت میکنم، محرمیت. و دیگه بریم برای ادامه فعال، انشالله هرچه اتفاق قشنگ و خوبه براتون رخ بده انشالله. وقتی نیتهای مثبت بکنین طبیعتاً اتفاقای قشنگ هم براتون رخ میده، انرژیای مثبت، حسای خوب تا جواب نیتاتون هم به خوبی بگیرین، به امید خدا. خب احساساتتون کجا رفته؟ خب براتون دارم میبینم از یک نارامی توی یک زندگی رابطه یا دوستی داره صحبت میکنه، یا الان داره شکافی بینتون به وجود اومده، شکاف الان هست، یعنی دوستانی که بینتون تو زندگی، تو رابطه، توی نمیدونم حالا کارتون، حتی موقعیتی که الان یه قدر به هم ریخته یا شکاف برای تعدادی در میاره، یعنی داره حواستون جمع کنی، این سردی که ممکنه کلا رابطه رو به هم بزنه، زندگی رو از هم بپاشه، کار رو از هم بپاشه. پس مواظب باشین حالا توی موقعیت کاری، تو رابطه، تو زندگی، هرچه هست داره هشدار بهتون میده، لطفا حواستون باشه. و دیگه براتون بیم از این ور بگیم، از رد پایی که دارم براتون میبینم مرتبط تو کسی که توی رابطه باهاش بودین الان اشکتون در اومده، شخص توی رابطه، شخص سوم که به زندگیتون ورود کرده بوده و الان از دایره زندگیتون رفته بیرون، شخص سومی که الان ترکتون کرده، یا شخص احساسیتون که الان ترکتون کرده بوده، یا حالا میتونه مجرد باشین، حالا یکم تو قبلا در ارتباط بودین کات شده، حالا یکی به زندگیتون ورود کرده حالا رفته بیرون، میتونه حالا شخص سومی توی زندگی متأهلی هم حتی معنی بده. به هر حال حضور شخص سومی که الان رفته بیرون، خروجش از ارتباطی دارم ببینم و چشمتون گریون داره میبینم، غم دارین، قصه دارین از خروجش، یه بحث بگو مگو یا یک ناآرامی باعث خروج این شخص شده. خب یه مراسم براتون افتاده ولی بطری کدر افتاده، توی شرایطی قرار میگیرین که خیلی هم خوشایندتون نیستش، حالا به واسطه تبعیضی که دارن میذارن، بین چند نفر دارن استثناء قائل میشن، توی موقعیتی هستین که باعث نارامی و ناراحتی شما میشه، حالا این میتونه تو خونتون باشه، توی رابطه ای باشین، تو زندگیتون باشین، فرزند یک خانواده باشین، تو موقعیت کاریتون هستین، کار میکنین، به یه اندازه کار میکنین، به یه نسبت هستین شرایطتون، ولی تبعیضهایی که قائل دارن میشن باعث نارامی یا به هم خوردن یک شرایط براتون داریم شه، یا ذهنتون رو داره به هم میریزه این تبعیض‌هایی که دارن قائل میشن، از ریشه خودتون خودی دشمن دارن براتون میبینن، مواظب باشین. کسی که به نوعی به شما وصل هستش میتونه از حالا هر کسی، برادر شما، پدر شما، خواهر شما، مادر شما، از اگر متأهل هستین از قوم خویش شخص مقابل شما، یا از هر کسی که هستن، کسی که از خودی با شما عداوت و دشمنی داره و عداوت و دشمنیش برمیگرده به یک سقف و چهاردیواری، حالا توی خونتون، از حسی که توی خونتون دارین، از آرامشی که توی خونتون دارین، از یک مال ارثی هستش که الان سرش بحث و بگو مگو هستش، یا شما یه زندگی آرومی داری ولی دارن به زندگیتون قبطه میخورن، به کارتون، به رابطتون، هر چه کسیش دشمن خودی دارن براتون میرم، که البته پولم براتون افتاده، حالا شاید یه رزق و روزی هم دارین، شاید خیلی دارین، انشالله که خدا بیشتر از اینی که دارین بهتون بده، ولی شاید اینقدر یکی خودتون میگن توی خودتون، شرایط خونتون، تو خودتون رو میسوزونه بیرونتون، مردم فکر میکنن تصورشون از این از شما زندگی شما اینه که شما خیلی زندگی آروم و بی‌دغدغه و پول و مال و فراوانی دارین و خودی باهاتون عداوت داره و دشمنی داره. خب شخصی هم روی سقف زندگیتون دارم ببینم، ببینین شخصیه که حالا
مالش هم ازتون دریغ کرده یا حمایت مالیش هم ازتون دریغ کرده، ولی بازم همچنان حواسش به شما هست و سرک به زندگی شما داره میکشه. یعنی بازم با وجودی که توی رابطه با شما نیست، زندگی شما نیست، یا قطع ارتباط با شما، قوم خویش شما هستش، یا هر کسی، شخص احساسی، شریک زندگیتون، با وجودی که الان نیست و دیگه راه مالی و ارتباط مالی و حالا هرچی هم که کمک های مالی هم باتون میکرده یا حالا کادو هدیه هم بهتون میداده قطع کرده، ولی همچنان داره به زندگی و رابطتون سرک میکشه، امکان ورود این شخص دوباره به زندگی و رابطه با شما هست. اینو دارم براتون میبینم، دوباره ممکنه برگرده به شخصتون و ورودتون رو دارم میبینم به فضایی که با یک شخص یا یک آدم های قدرتمندی در ارتباط خواهیم بود. حالا میتونه این شخص یا اشخاصی تو جمعی باشه یا با فردی که در یک جای حاضر بشین که قدرت خیلی بالایی داره، میتونه موقعیت کاری خوبی داشته باشه، میتونه شخصی باشه که براتون میخواد یه حرکت مثبت و کاری، حالا مالی یا نمیدونم، یه مشکلی دارین که با واسطه یک آدم قدرتمندی که الان باهاش در ارتباط خواهین شد، یعنی به زودی با این شخص ملاقاتی میکنین یا ملاقات کردی، منتظر یک اتفاق و یک نتیجه مثبت هستین، این اتفاق مثبت و روشن براتون رخ میده، یا نه با یه همچین شخص قدرتمند ملاقات خواهیم کرد و یه مسئله و مشکل کاری مالی شما حل خواهد شد. حالا میتونید کاری براتون ایجاد بکنی یا کاری رو براتون انجام بده یا پولی رو بهتون بده، شخصیتی که این توان رو داره. و دیگه براتون اینجا شخصی که داره پا میذاره به زندگیتون دارم براتون ببینم، شخصی که یه مشکلتون رو میخواد بیاد حل بکنه، حالا آقای یا خانمی که داره ورود میکنه به زندگیتون برای حل یک مشکلتون، حالا میتونه مشکل کاری باشه یا مشکل مالی باشه، براتون حل میکنه، پا گذاشتن توی یک زندگی، شاید داره مداخله میکنه برای اینکه مشکلاتتون رو حل بکنه مرتبط با کاری مالی. و یه چیز خیلی جالب‌تر ببینید، شخصی که پشت کرده، حالا خانمی آقایی که دارن به هم دیگه پشت، آقایی که ببینید دنبال خانمی هست، خانمی که بهت پشت کرده، قلبش پیش خودت، یعنی غالبا شما رو دوست داره، ولی توی دلش رو شکوندی، باره سرش قلب شکسته. دارم ببینم یه کاری کردین آقایی که یه حرکتی انجام دادی که باعث غمگینی این خانم شده، ساعت روشن رو ببینید، یه تایم بهش بده، خودش هم قلبش پیش شماست، چشمش پیش شماست و دوست داره به شما دوباره برگرده، میتونه تو دوستی باشه، میتونه توی موقعیت کاری، کسی کاری کردی که خانمی رنجیده خاطر شده، میتونه تو زندگی مشترکتون باشه. آقایی که خانمی رو غمگین کردی ولی یه زمان بهش بدی دوباره برمیگرده به موقعیت کاری، به رابطه، به زندگی. تایم میخواد، زمان میخواد، فرصت میخواد. خب برای مهر روشن دارم براتون ببینم، خیلی دارین حالا چشم انتظار هستین، چشم بختین خانمی آقایی که مرتبط با یک مهر، مهری که به روشنی خورده میشه، یک ثبت، یک سند، یک امضا، یک قرارداد، یک معامله، یک هر چیزی، خرید و فروش، قراردادی که شما چشم دوختین بهش، تا دو وعده آینده اتفاق براتون رو خواهد داد، اتفاق قشنگ و مثبت. این مهری که به این روشنی براتون نوشته شده میتونه از یک معامله و قرارداد برای حتی یه رهن و اجاری، خرید و فروش، یک معاوضه، یک تعویض، یک چیزی که شما رسمی اینو میکنی و به ثبت سند میرسونی، یا افرادی حضور دارن که رسمیت اون رو تایید میکنن، یا محرمیت و ازدواج شما را داره صحبت میکنه، چشم دوختیم به این مسئله و دو وعده آینده اتفاق براتون میفته. دسترنجتون رو به زودی دارم ببینم، رزق و روزی که نتیجه دسترنج خودتون هستش، به زودی به دست میاری، از زیر یک سقفی کار کردین، حقتون رو میخواین، یا کاری در ازای کاری که انجام دادین مزدتون رو به دستتون میرسه، تا دو وعده این اتفاق براتون میفته، دو وعده، دو روز، دو هفته، به دو ماه نمیکشه که انشالله دسترنج تلاشتون از زیر سقفی به دستتون میرسه انشالله. مهر روشن من زیاد دارم براتون میبینم، اتفاقای قشنگی که رخ خواهد داد. خیلی فراز و نشیب داشتین، خیلی ناراحتی و ناآرامی رو دارم میبینم برای تعدادی، ولی ناآرامی هایی که ببینی روی سر همه این ناآرامی ها روشنایی افتاده تا سه وعده آینده، یعنی تا بعد از همه این ناآرامی ها، پستی و بلندی هایی که طی کردین توی رابطه، توی زندگی، توی کار، توی زندگی، به امید اینکه آیا این کار یا این بالا و پایینه که من دارم میرم یا این سختی هایی که تحمل دارم میکنم آیا نتیجه میده؟ بله. به سه وعده آینده انشالله اتفاقات قشنگی که براتون رخ میده یا زحمت هایی که کشیدین بهتون جواب میده. خب شخص خودش رو از دسترستون خارج کرده یا نمیخواد باهاتون در ارتباط باشه، حالا یا آقای یا خانمی رو دارم ببینم که خودش رو داره پشت بهتون داره میکنه و برای شما حالا جایی سواله، یا اینکه نه واقعا نمیخواد اصلا باهاتون فعلا در ارتباط باشه، حالا یا رنجوندینش یا نمیخواد قطع ارتباط، حالا میتونه مثل حالا
به زبان حالا عامیانه بگیم الان میگیم بلاکتون کرده یا از دسترس خودش رو خارج کرده یا هر در هر حالتی که الان به شما پشت کرده و شما برای شما امکان پذیری صحبت یا ملاقات با این آدم شخصی که الان ناراحت دارم ببینمش مرتبط به هر مسئله که یا دلخوری از دستتون یا شما باعث دلخوری شدی یا الان توی شرایطی هستش که مشکل داره کدر ناراحت دارم ببینم پشت کرده الان توی شرایطی یا باعث شما باعث ناراحتی شدی یا شرایطش طوریه که الان نمیخواد باهاتون صحبت کنی یا الان نمیخواد در دسترس شما باشه بنا به هر دلیلی درگیر یک سری مسائل و مشکلات الان هستش. میگم یا دلخوری از بابت شما داره یا خودش الان درگیر مشکل هستش و براتون دارم اینجا دو نفری که همدیگر رو دوست داریم بالاخره به همدیگه میرسین. دو تا قلب خوشگلی که بینتون یه راهی زده میشه بالاخره به همدیگه وصال و رسیدن رو براتون دارم ببینم انشالله به امید خدا. و ترازوی روشنی که براتون افتاده مرتبط به قضیه سندی یا قانونی هر چه که هست زیر یک ترازوی یک ثبت سند مثبت و روشن و شما از یک چشم انتظاری میایین بیرون منتظر یک ثبت سند و یک راه دادگاهی و قانونی هستی و اتفاق قشنگ بسودی براتون انشاءالله که رقم بخوره. کسالت و مریضی رو برای شخصی دارم ببینم ولی از کسالت و مریضی شخص دیگه بیشتر مریضه. حالا یا بسی کسی که داره از کسی مراقبت میکنه یا نگهداری میکنه ولی دیدیم میگن کسی که از یه مریض نگهداری میکنه خود اون شخص بیشتر مریض تر یا به هر حال زحمتی که داریم که خسته کننده تر از اون شخصی که حتون که خوابیده. معهود دو نفری رو دارم ببینم از کسالت شخص دیگه ای هم که داری ازش مراقبت و پرستاری میکنی مریض احوال در خسته ناران رنجور دارم ببینم بده انشالله که بلند میشی از پا و روبرا میشی به امید خدا انشالله به زودی هم اتفاق رو خواهد داد. حالا یا ممکنه کسی هم داره به کمکت میاد کسی که بیاد کمکت کنه و قدر از این مسئولیت پرستاری و نگهداری این شخص بیمار رو به گردن بگیره و شما سر پا بشی بلند بشی از این وضعیت ناراحت کننده بیرون بیای. خب تحرک و ورزش رو داره بهتون میده یا تو اهل تحرک و ورزش هستین یا داره بهتون حرکات ورزشی حالا اگه تو موقعیتی هستین که اصلا تحرک نداره داره بهتون میگه یه ذره حرکت یه ذره تحرک برای سلامتیتون لازمه یا راهی براتون باعث میشه شرایطی مهیا میشه یه ذره به فکر سلامتی و ورزش هم بیفتین یا اینکه نه کلا یه آدم ورزشکاری هستین اهل تحرک و ورزش و حالت نرمش و اینا رو دارم براتون میبینم. خب و سین نون ه دال مثل سهند اسم سهند یا سین هنون ده همینه سهند یا این حروف در اسم فامیل هر کسی که هست خبر خوشی برات هست یا خبر خوشی به واسطه ایشون به گوشه میرسه. قطعا میدونم که زمان زیادی برده تا منتظری همچه خبری بودی ولی خبری که غالبا شادت میکنه یا از این شخص یا شخصی که توی این اسم نام و حروف در حروف در نام یا نام خانوادگیش وجود داره. شمی که براتون به روشنایی دارم ببینم نظر و نیازی کردی موضوعی براتون روشن و شفاف بشه یا شفاف سازی یک موضوع از بابتش خیلی نظر و نیاز کردی متوجه یک سری اتفاقا بشین و میشین. پس نظر و نیازی که از قبل متوجه شدن یا روشن شدن یک سری حقایق رو داره میگه و این اتفاق براتون رو خواهد داد. سقفی که براتون داره شکسته میشه یک سقف دارم ببینم و مهر جدایی که براتون خورده میشه جدایی براتون افتاده برای تعدادی از دوستان و حتی ببینید نوت موسیقی افتاده شادی براتون افتاده خوشحالی داری میکنی آهنگ و پایکوبی میکنی از یک جدایی خانمی آقایی که از یک جدایی داری شادی هم میکنی و دیگه براتون از شخصی که حرف باز ای انگلیسی دارم میبینم یه زنگ و تماس افتاده تا 4 وعده آینده تو نام بیانه به خانوادگیش حرف آه ای انگلیسی تلفن 4 افتاده حالا حرف ای الف تو اسمش داره هستش هرچه هسته یه زنگ تلفن حالا یه خبر مترتب هر موضوعی میتونه باشه کاری باشه مالی باشه احساسی باشه هر چه که هست تو 4 وعده روشن یعنی انشالله که خیلی زود این اتفاق از زمانی که این فال ملاحظه میکنی به 4 وعده نزدیک اتفاق براتون رخ بده و خوشحالی افتاده. یک گره ای که پیچ در پیچ شده یا یک مسئله خیلی پیچیده شده براتون ولی روشن میشه و یعنی باز میشه روشنایی را دارم براتون میبینم یعنی اگه الان تو یک گره افتادی انگار گره تو گره افتادی احساس میکنی که اصلا مشکلتون دیگه پیچ در پیچ شده یا گره تو گره خورده و اصلا خیلی باز شدنی نیست این گره ولی اشتباه داری میکنی گره ای که براتون باز خواهد شد انشالله به زودی.
خب دوستانی که به هم دیگه پشت کردین، بینتون شخصی میاد وساطت میکنه، حالا دوست این آقا، دوست این خانم، یا اصلا یک شخص از قوم خیش، از بستگان، از درجه یکا، اگه تو زندگی هستین، تو رابطه هستین، از دوستاتون، دوست مشترکی دارین، یه شخصی با درمیانی میکنه و ارتباطتون رو با هم دیگه دوباره برقرار میکنه. فعلا که هر دوتون دارم خشمگین و عصبانی دارم ببینم این اتفاقم یا رخ داده تازگی یا به زودی رخ خواهد داد، یعنی یک کنتاکی بحث رو بگم. ولی راه احساسی که زیاد بسته نخواهد ماند، با وساطت شخصی دوباره حمل و فصل میشه و تمام میشه. خب یه آینه براتون دارم ببینم. حالا این آینه نشانه فخر فروشی شخص میتونه باشه، یا خیلی که خیلی به خودتون اهمیت میدید در مقابل آینه میسی، یا اینکه میگه هر از بایم بد نیست که ما خودمون، من خودم جلوی یه آینه بیستم، ضعف های خودم هم ببینم، بعد از کسی انتقاد بکنم. اینم میتونه معنی بده. پس یا خیلی به خودتون از آراستگی و زیبایی و حالت خیلی به خودتون میرسین، به ظاهرتون به اهمیت میدین به خودتون، یا بدین، اینو داره میگه به خودتون اهمیت بدین، و یا اینکه نه، داره میگه هر از گاهی بد نیست در مقابل آینه آدم بایسته و ضعف های خودش رو هم ببینه و بعد دیگران رو مورد قضاوت قرار بده یا در مورد دیگران انتقاد بکنه. فردی که توی یک دوراهی قرار گرفتی، دستت رو دراز کردی و از میخوای از کسی کمک داری، میخوای که از این دوراهی شما رو بیرون بیاره، کسی به کمکت میاد و شما رو از یک شک، تردید، دوراهی، یا توی تصمیم گیری، یا بین دو گزینه، بین دو نفر، بین دو تا کار، یا بین دو چیز الان مردد هستی، توی یک تصمیم گیری شخصی کمکت میکنه و از این تصمیم گیری بیرون میای. ببینید زیر خانم، زیر سقفی که خانمی که ببینید نشسته، شکمش تو برجسته، پاتو دراز کردی، بارداری به انتها رسیده، یعنی دیگه حالت انتها، یعنی سختی های بارداری رو که دارم براتون میبینم. حالا یا باردار شدنش هم واسه ان شاء الله، اگه نیتتون بارداریه، یا خانمایی که خیلی توی شرایط خاص هستی، مثل این باید به جا بخوابین، یا حالا بارداری خیلی سختی رو داشتین، دیگه به انتها رسیده. بعضی دیگه میگن استراحت مطلق باید بکنین، شاید تو این شرایط هستی، دیگه بارداری که به انتها رسیده و به روشنایی فرزندتون انشالله به دنیا بیاد، یا تو این مسیر داری قدم برمیداری، انشالله که بارداری نصیبتون بشه به امید خدا. قلبی که یه ترک دارم توش میبینم، حالا توی رابطه یا زندگی یه شکاف به وجود میاد، هشدار دارم بهتون میدم حواستون رو جمع بکنی. البته که این شکافی که دارم ببینم، ببینی از یک قلب، یک دوستی، خب ببینی، پس اینجوری بذاریم براتون میگم چون باره سرش یه مثلث افتاده، پس دقت بکنی، توی یک رابطه هستین یا توی یک زندگی مشترک، اگه بخوای همینجور توی سب سردیتون ادامه بدین، یا شخص مقابلتون دائمه قهراشتیاتون بخواد ادامه پیدا کنه، شخص سومی آماری ورود به یک رابطه است، یا حتی ورودم شاید کرده، اینم بخوام بگم، پس سردی که میتونه منتهی به حضور شخص سوم بشه تو دوستی تو زندگی، این جنبه هشدار داره، حواستون جمع کنی، یا همین الان کسی به زندگی و رابطتون ورود کرده، مواظب باشین. خروج شخصی رو دارم ببینم از دایره زندگی، به روشنی، به هر جایی که داری میری، سقف روشنی در انتظارت، کار، تحصیل، نمیدونم، سفر، مسافرت، مهاجرت، هر جایی که داری میری، تو دو وعده آینده اتفاق برات رو خواهد داد، به روشنایی فضای زندگی رو ترک خواهی کرد. سرتو مثل قلب میبینم، یعنی تو پوست خودت نمی گنجی، از خوشحالی و از رضایت قلبی از ترک این فضا، نه که از خونه و خانواده داری دور میشی، به جایی که میخوای بری جای قشنگ و خوبیه. دوستانی که توی اسم فامیلتون حرف میم داره، حرف دال داری، یا حرف دال، میم، جیم، جی دارین، یه قلب کدر دارم براتون میگم، یه شخص قلبتونه داره به درد میاره، یه شما دارین باعث ناراحتی و نارامی قلبی میشین، یه کسی رو دارین به غمگینش میکنین، میتونه تو دوستی، رابطه، زندگی یا موقعیت کاریتون باشه. و خب بالاخره تو معذرت میخوام، شاید کلمه زیبایی نباشه، ولی کسی که یا داره اذیتتون میکنه، یا داره باعث ناراحتیتون میشه، ناآرامیتون میشه، مشتی که به دهانش میکوبی، این مشتی که به دهان کوبیده، یعنی که دارین اعتراض خودتون رو یا واکنشش رو میدی به شخصی در مقابل ناراحتی که داره براتون ایجاد میکنه، یا داره در مقابل خواسته های شما داره باعث اذیت و آزارتون داره میشه، مشتی که تو دهانش کوبیده میشه، یعنی که بهش درس میدین که دیگه اذیتتون نکنی یا ناراحتتون نکنه، پس این اتفاق براتون رو خواهد داد. یا کسی که داره باعث به هم ریختن آرامش و آسایش شما داره میشه، مخل آسایش شما داره میشه، تو هر رابطه، تو هر زندگی، تو کارتون، تو اجتماعی، هر چه که هست، شما یه نمشتی که به دهانش میاد، یه چیزی میگین، یه حرکتی انجام میدین که نشون بدین که از این شرایط ناراضی هستین. جمع براتون دارم ببینم به واسطه یک ازدواج فرخنده، لباس عروس آقای داماد، جا داماد و عروس خانم زیباروی من،
که کنار به کنار هم دیگه تا دو وعده آینده چشم ها خیره شما خواهند شد، که البته من چندین نفرم دور و برتون دارم میبینم، مثل ساقدوش حالا یا افرادی هستن که دور و برتون هستن. یه چیز خیلی جالب تر اگه بخوام بهتون بگم، با ازدواجیه که بلافاصله به تایم خیلی کوتاه بارداری هم براتون افتاده و اصلا شاید زمان نبره و خیلی زود باردار هم بشین. انشالله که هر که هر خواسته قلبی داره برسه. ازدواج و بارداری، راه احساسی که منتهی به یک سقف روشن میشه، ازدواج و سقف روشن براتون افتاده. خب شخصی به زندگیتون داره ورود میکنه، خودتون ببینید، شخصیتی که ماهیت خیلی روراسی باتون نداره، قدر هوشدار، حواستون جمع کنی. آقایی که یه خانمی رو پشت سر گذاشته، آقایی به زندگیتون داره ورود میکنه، یه خانمی یک رابطه کاتراده، یک زندگی به هم خورده داره و ازتون داره قایم میکنه. قدر کنجکاو باشین، قضیه تجسس بکنین نسبت به این قضیه. برای یک محرمیت هم داره میاد، یعنی هدفش از یک رابطه یا یک دوستی ازدواجه، یا اینکه داره میاد برای یک ازدواج. به هر حال حواستون رو جمع کنی، شاید شما تو جریان این قضیه نیستین یا از گذشتش خبر نداری که چرا این خانمی که اخم گرد و از زندگی رفته بیرون علتش چیه. کنجکاوی کنین، شاید عصبیه، حالا شاید یه دلیلی میتونه داشته باشه. خب اینجا رو ببینیم چه از زیبایی لحظه ششم. خود شخصی که ترکتون کرده بوده، ببینیم کسی که ازتون فاصله گرفته بوده، از زندگیتون اومده بوده بیرون، دوباره برمیگرده به زندگیتون، از زندگیتون رفته. آقای یا خانمی که از دایره ارتباطی شما خارج شده، روش رو دوباره از این وری میبینم، دوباره به زندگیتون برمیگرده، ارتباطش دوباره به شما به جریان میفته. یه خبر، یه پیام، یه زنگ، یک تماس براتون افتاده و از یک چشم انتظاری به زودی بیرون آمدن رو براتون دارم میبینم. خیلی زودی اتفاق قشنگ براتون رخ میده. حالا این خبر متعلق به هر موضوعی هست، باعث خوشحالی قلبیتون میشه. ببینید توی راه و مسیر قرار گرفتین، فراز و نشیب زیادی داره، ممکنه توی یک مسیر دلشکستگی باشه، باعث راحتیتون بشه. حالا این کار هست، زندگی هست، شراکت کاری هست، شراکت زندگی، فراز و نشیب، ولی پستی و بلندی هایی که شما رو از پا در نمیاره یا داره بهتون میگه. اگه توی یک رابطه قرار گرفتی، اگه توی یک زندگی قرار گرفتی یا کاری رو شروع کردی ولی بالا و پایین داشت، جا نزنین، ادامه بدین و تمامش رو دارن، مسیر رو براتون بالا و پایین داره، دور تا دور این فراز پستی و بلندی یا فرازانش به زندگی یا رابطه یا زندگی یا کارتون رو دارم سختی میبینم ولی روشن میبینم، یعنی به نتیجه میرسین ولی قطع نمیشه، به هم نمیخوره ولی سختی داره، از سختیش داره میگه. خب بعضی هنوز گیر کردین و گذشته، یا هنوز تو فکر گذشته هستین و ولکن گذشته نیستین، حالا افسوس گذشته رو داری میخورین، ولکن گذشته نیستین، الان حال ول کردین، چسبیدین به گذشته، از حال غافل داری میشین، موقعیت و شرایطی که الان داره براتون به وجود میاد یا افرادی که به زندگی رو ورود میکنن، یا کلن شرایط حال رو ول کردین، چسبیدین به گذشته، فلان بودم، اینطوری بودم، اونطوری بودم، با این بودم، چه دورانی داشتم، چه خوشی داشتم، یا چه دوستی خوبی بود، یا نمیدونم چه کار خوبی بود، چه ارتباط خوبی، چه زندگی خوبی بود، تمام گذشت، تمام خط کشیده شده روی گذشته. الان حال، الان نشستی افسوس میخوری، راه و مسیری که برات روشن افتاده، یعنی الان اگه تکون بخورین، حرکت بکنین، قدم در مسیر بذارین به مثبتی و روشنی، اتفاقات قشنگی که در راه خواهی داشت. پس گذشته گذشته، بذارین پشت سر، تمام شد و رفت. الان حال دریابین که الان زمان بسیار مناسبیه برای اینکه به اون خواسته های خودتون برسین، تلاش بکنین برای رسیدن به اون خواسته های قلبی خودتون. بعضی ها ولکن گذشته نیستن، دائما از گذشته یاد میکنن. یاد گذشته خوبه ولی به شادیاش، به خوبیاش، به قشنگیاش، نه اینکه ذهنتون رو بدتر به هم بریزین و مانع موفقیت و پیروزی های آیندهتون بشه، چون آینده روشنی که در انتظارتونه. از بیرون خبری به گوشتون میرسه که باعث شادیتون میشه. اگر چشم انتظاری خبر هست، این خبر حامل خبر یه آقاییه، حالا خبر از آقایی یا منتظر خبر هستین از طرف آقایی، یا آقایی براتون خبری میاره، میتونین شما خانم یا آقا باشین، فرقی نمیکنه، حامل خبر آقاییه که براتون داره خبری رو میاره، اصلا صورتش آقا ولی شبیه یک حالت مثل شیپور در میاره، یعنی خبر خوشی به روشنایی از طرف آقایی که دریافت میکنین. شاید یه قدری کوچولو زمان ولی این خبر اتفاق براتون رو خواهد داد. سقف روشنی که دارم براتون میبینم و شما دارین وارد میشین، وارد بازار کار دارین میشین، چون پول براتون افتاده، یا تو موقعیت کاریتون شاید یه اتفاقات قشنگ مثبت روشن مالی براتون رخ بده. از شماره تلفن هایی که تو 6409 داره
خبر خوش براتون دارم ببینم، یا اتفاق قشنگی که در راه داری، یا هر چی هستش مرتبط به خبر خوش افتاده براتون، یا زنگ تماسی که باعث خوشحالیتون میشه انشاءالله. خب و یه دیدار و ملاقاتی داری انجام میدیم با یه آدم منفی، با یه آدم منفی که حالا ایشون یا متعهل هستن یا کسی هم همراهیشون توی این زمینه داره میکنه. یه دیدار و ملاقاتی که هیچ نتیجه نداره جز این که کلا رزق و روزی و هر اتفاقی هم واژگون بکنه، یعنی نون و آبتونم بطل قطع بشه، یا سخت به حال ابر روشن برای سعیتون در از رزق و روزی داره صحبت کنه، واژگون میشه، نون و آبتون هم کلا قطع بشه یا کلا به هم بریزه. دیگه که هم مرتبط هر مسئله که برای سعیتون اگه ابر بوده و روشنایی بوده و شاید اتفاقات قشنگی هم قرار بوده براتون رخ بده، واژگون خواهد شد. پس این دیدار و ملاقات رو لطفا منتفیش کن با شخصیت منفی، یه آدمی کده، یه آدمی که منفی حرکات منفی میکنه یا حرکات منفی داره انجام میده، نتیجه معکوس. شخصی پشیمون و نادم داره به سمتتون برمیگرده. حالا من نمیدونم چرا آقا یا خانمی که سرفکنده یا سرش پایینه، حالا سرفکنده که نمیتونیم کلمه قشنگی نیست، ولی سرش رو انداخته پایین رو داره برمیگرده به سمتتون، اگر رفته داره برمیگرده، نادم پشیمون، مهم این قسمتش، نادم و پشیمون به سمتتون برمیگرده، به کمتر از 3 وعده نزدیک می اتفاق قشنگ براتون رخ میده. ببینید تاج قشنگی که براتون دارم میبینم، شما تاج روشن و قشنگی که براتون افتاده، این تاج از عزت بزرگی ازدواج و موفق کار ایدئالتون نشون میده، یا به بزرگی و جلال و حالا افتخار زیادی نصیبتون میشه. تاج روشن براتون افتاده و یه سری حروف هم نقش بسته، میتونه این اتفاقای قشنگ ازدواج خوب کار ایدئال برد موفقیت های فوقلاده روشن و زیبایی که براتون رخ میده میتونه جنبه کلی داشته باشه، میتونه برای این افراد هم ویژه باشه، برای این حروفی که دارم میگم، حرف واف، حرف دال، حرف ه، حرف دال، حرف نون، این حروف اگر توی اسم و فامیلتون هست، این افتخار، عزت، بزرگی برای شما پررنگتر و بهتر و روشنتر افتاده، ولی در کل تاج رو بین این حروف دارم میبینم. و خب کسی داره باهاتون دهنکجی بهتون میکنه، یا کسی داره برخلاف میلتون باهاتون رفتار میکنه و لجتون رو داره در میاره. حالا هر کسی که هست ایشون، شخصی که داره از سر هرسی که یا کاری باش کردی که باعث ناراحتی شدی، یا لج کرده باهاتون، یا داره شاید هم داره واکنششون نشون میده، دوست نداره، خوشش نمیاد چون ما این کارو داریم میکنی، حالا این دهنکجی کردن یعنی اینکه خلاف میل شما داره رفتار میکنه تا متوجهتون بکنه من دوست ندارم این کارو انجام بدم، این هم میتونه معنی بده، یا اینکه نه میخواد لجتون کسی در بیاره، داره بهتون دهنکجی میکنه، خلاف میل شما داره رفتار میکنه، حرستون رو در بیاره. یه ماهی بزرگی که براتون افتاده به زنگوله یه بالای سرش افتاده، پس به زودی خبری به گوشتون میرسه مرتبط با یک رزق و روزی و پولی که انشالله به زودی به دستتون میرسه. البته که این مالی که پولی که دارم براتون میبینم هم برای یک خانم افتاده، هم برای آقا، هم کفش پشت بلند روشن خانم افتاده، هم آقا میتونه برای یک خانواده باشه، میتونه برای خانم یا آقایی مالی به دستت برسه، زنگوله خبر خوشی که شادت میکنه، رزق و روزی که به دستت میرسه. تا 4 وعده آینده متعهد به یک سمت قدر نارامی دارم براتون میبینم، اما نگران نباشین، خونه یا محل کارتون ممکنه خللی توش ایجاد بشه، اما یه سقف بالاتر دقیقاً کنارش سقف روشن براتون افتاده، یعنی اگر یه ناآرامی هست تبدیل به یک سقف روشن میشه. شاید توی خونه یا موقعیت کاری هستین که ناآرامی تبدیل میشه به یک سقف روشن، کارتون عوض میشه، خونتون عوض میشه، یا میتونه اصلا تغییر محل زندگیتون باشه که باعث آرامشتون باشه. به هر حال از یک سقف ناآرام تو 4 وعده نزدیک خروج و به یک سقف روشن ورود میکنی، میتونه تغییر محل زندگی، یعنی حتی محل سکونتتون شهری یا کشوری عوض بشه. خب و محرمیت و ازدواج زیاد براتون افتاده و حالا رابطه های احساسی که به ازدواج متهم شده، یا البته که به زودی آغاز رابطه یه دوستی هم دارم براتون ببینم. اما یه چیز جالب براتون بگم، شخصیتی رو دارم ببینم تو زندگیتون، شخصیتی با خانم آقایی که حالا یکی از طرفه یکیشو خانم دارم ببینم و یکی از آقایونی که خیلی برافروخته هستی، بین فرزندت و خانمت گیر کردی. ببینید شخصیت آقایی، آقای برافروخته و عصبیه، یا خانمی که باعث عصبانیت یه آقایی داره میشه، ولی به واسطه فرزند دارم ببینم حضورشو. خانم عصبی هستی، آقای رو برافروخته میکنی، یا آقای عصبی که
توی زندگی تو الان یه آقای این وسط برافروخته دارم میبینم، یا یه آقا باعث برافروختگی شما میشه، شما به خاطر بچه تحمل میکنی این رابطه و این زندگی رو، یا اینکه آقایی که به واسطه عصبانیت یا عصبانیت میکنه ولی به خاطر یک بچه تحمل میکنی و سازش میکنی. و دیگه خب ببین، حالا من این نمیدونم، حالا ابزاری که دارم براتون میبینم، ابزاری که به نشانه این هستش کسی به کمکتون میاد برای اینکه مشکلاتتون رو حل بکنی، یا کسی برای حل مشکلاتتون تو زمینه کاری، تو زمینه احساسی، تو زمینه دوستی، تو زمینه اجتماعی، هر چه که هستش، کسی به دادتون میرسه و مشکل شما رو حل میکنه، یا به دادتون میرسه برای حل یک مشکل. و این نقلیه براتون افتاده ولی یه تابلوی راهنمای رانندگی براتون افتاده، حالا یا علائم راهنمای رانندگی تو رعایت نمی کنی، یا داره بهتون هشدار میده چون وسیله نقلیه رو کدر دارم میبینم، یا ممکنه براتون دردسر درست کنی، یعنی یک ضرر زیان یا یک نمیدونم حالا جریمه یک چیزی براتون داشته باشه، یا دارین راهنمایی یا دارین آموزش راه با وسیله تازه دارین شروع میکنی به آموختن حالا رانندگی و علائم خوب رعایت نمی کنی، پس داره بهتون هشدار میده مواظب باشی. و چقدر سند روشن براتون افتاده، اتفاقای حالا سندی میتونه قانونی، حالا هر سندی، و یه سندی که یکی از سقفی نجات میده. ببینین حالا نمیدونم سندی دارین گرو میذارین، سندی رو دارین نمیدونم مثل حالا نمیدونم چه اسمشو میذارن، وثیقه میذارن، سندی میذارین، گرو داری میذارین، هر چه که داری میذارین یکی رو آزاد میکنین، یا رهایی یک نفر بستگی به یک سندی داری که گرو بذارین، این هم میتونه معنی بده. یا برای رفتن به جایی، رها شدن، خلاصی از یک موقعیت و فضایی که ناراحت کننده است، حالا میتونه این خونه باشه، زندگی باشه، یک جای زندان باشه، در بند هستین، یا اصلا توی شهر و کشوری که اصلا میخوای از اونجا بری، یک سندی که باعث خلاصی و آزادی شما میشه. و این سند رو من به روشنایی دارم میبینم، اینه یک گیر یه لنگ یک سند هست، این سند روشن براتون گذاشته خواهد شد انشالله. و یه خبری هم متاثر کننده به زودی به گوشتون میرسه و ناراحتتون میکنه، حالا به هم ریختگی از بابت یک خبر متاثر کننده انشالله که مربوط به شما نباشه، رو دیواره زندگیتون دارم میبینم، حالا ممکنه از نزدیکان، از دوستان، از بستگان، حالا هرکی، اشتاله که بلا و خبرهایی بد اصلا براتون رخ ندید، چون بقیلش رزق و روزی براتون دارم میبینم، مالی به دستتون میرسه تا 7 وعده آینده، یا مبلغ پولی به عدد 7 براتون افتاده، یک کوچولو از دست فاصله داره ولی به دستتون میرسه، پولی که تا 7 وعده آینده زیر مجموع عدد 7 هستش. از یک چشم انتظاری، دو تا چشم منتظر، به زودی از یک چشم انتظاری بیرون اومدن رو دارم براتون میبینم، به زودی از یک چشم انتظاری بیتابی، بیقراری یا چشم انتظار هستی براتون میبینم که به زودی بیرون میاد، شخصی هم به زودی ورود میکنه به زندگیتون، کسی که میاد آرامش رو براتون میاره، یا رویاهای شما به واسطه این آدم برآورده میشه، حالا میتونه این حضور یک بچه باشه، یک اولاد باشه، آرزوی بارداری دارین، خواستگار ازدواج میخوایم بکنیم، شخصی داره میاد کمکتون میکنه تا شما رو به خواسته های قلبیتون برسونه، یا اینکه نه حالا هر چیزی میتونه باشه، ارتباط با شخصی که شما رو به آرزوهاتون میرسونه، یا کمک کسی، حضور شخصی برای رسیدن به اهدافتون در آینده نزدیک رو صحبت میکنم، من اصلا در سوال هم در رابطه با آینده های دور صحبت نمی کنم، اتفاقاتی که در زندگیتون به زودی رو خواهد داد، کسی که شما رو برای رسیدن به هدف‌ها و آرزوهاتون کمک میکنه. این از کار قهوه‌مون، لطفاً نیت کنید تا برای تقویت ورق، لطفاً نیت کنید. چه خبره؟ خب ببینیم چه خبره. خب براتون بیام اینجوری بگم، براتون دارم ببینم که برای خانم هایی که گذشته دار هستین، یا گذشته دار هستین، یه راه احساسی دلی براتون افتاده، یه وارد یه رابطه احساسی میشین، یه رابطه احساسی که حتی میتونه منتهی به ازدواج هم بشه، خانم هایی که یا الان توی رابطه هستین یا وارد یه رابطه میشین که دلی احساسی براتون افتاده، خانم های گذشته دار صحبت میکنم. برای تعدادی از دوستانم دارم میبینم، یک خانمی که گذشته دار هستش میتونه مانع یا مشکلی توی زندگیتون، توی کارتون یا توی رابطتون براتون به وجود بیاره. پس این دو تا معنی براتون شد،
افتاده دارم بهتون میگم. پس میتونه خانم گذشته داری براتون یک مشکلی یا یک مانعی یا مسئله رو براتون به وجود بیاره. تا این گذشته دار میتونن خانمی که بیوه یا مطلقه باشن، حضورشون باعث مشکلی یا مانع توی یک رابطه، توی یک زندگی، توی موقعیت کاریتون براتون به وجود بیاره. برای خانم های جوان دارم ازدواج، محرمیت، راه دلی احساسی براتون دارم ببینم. آغاز یک رابطه احساسی دلی براتون افتاده، توی راهی قدم برمیدارین که باعث خوشحالی قلبیتون میشه. حالا هر راهی که هست حس خوب ازش میگیرین، ارتباط خوب، دوستی، کار، زندگی، آینده، مرتبط با هر مسئله ای که شما باعث حس خوب از اون راه گرفتن یا در راه و مسیر روشنی که قرار میگیریم و باعث خوشحالی قلبیتون میشه انشاءالله. کارتون توی شرایطی گیر میکنه به یک شخصی که به واسطی و مشکلتون حل میشه. یعنی اگه توی یک شرایطی قرار گرفتیم و دیدین مشکلتون حل نمیشه، شخصی باید پادرمیونی بکنه یا وساطت بکنه یا کمکتون بکنه تا مشکل شما رو حل بکنه. پادرمیونی کسی باعث میشه تا مشکل شما حل بشه. میتونه یه دوست باشه، میتونه یک فامیل باشه، میتونه یک بزرگتر باشه، ریش سفید باشه یا حتی قاضی و وکیل از این داستانا. به هر حال ایشون حضور شخصی رو در مرتون میبینن که مشکل شما به دست ایشون حل خواهد شد. توی مسیرتون ممکنه کاری که داری میکنی به موانعی برسی یا به موانعی برخورد بکنی. دست نکشین، شاید موانعی سعی رویتون قرار بگیره، ولی موانعی که دارم بهتون میگم گذرایی، تمام میشه، حل میشه، مرتفع میشه. نگران نباشین و به مسیرتون ادامه بدین. تو زندگی تعدادی آقایونی رو دارم ببینم. حالا میتونه آقای باشه، آقای کمک حالت هستش، توی این باش دوستت هستش، کسی که خیلی باهاش صمیمی هستی، یا برای خانم ها آقایی توی زندگیتون الان در حال حاضر حضور داره، حالا یا همسن شماست یا قطعی از شما، قطعی هم شاید جوانتر باشه، یا آقای جوانی رو من دارم صحبت میکنم توی زندگیتون حضور داره بعضا که باعث رضایت خاطرتون میشه و خوشحالی قلبیتون میشه. برای تعدادی خوشحالی داره، برای تعدادی بلا تکلیفی سرش دارم ببرم. یعنی حالا اذیتتون میکنه، ناراحتین یا نیستش یا نمیدونین با چه تصمیمی باید برای این آدم بگیریم، برای ارتباط با این آدم، توی زندگی با این شخص، هر چه که هستش. یا آقایونی هستین که الان توی یک رابطه هستین، الان سر یک رابطه یا یک زندگی یا تو موقعیت کاریتون الان توی بلا تکلیفی قرار گرفتین، این میتونه برای همه صدق بکنه، چون هم خانم افتاده هم آقا افتاده. پس ممکنه توی راه دلی احساسی باشه، توی یک موقعیت کاری و زندگی باشه، هر چه که هستش، ممکنه حتی توی یک شرایط قرار بگیری یا واقعا توی یک شرایط بلا تکلیفی یا چه کنم سر اون شخص قرار بگیری. ولی گفتم کنارش موانع افتاده، موانعی که گذراست، حل میشه و تمام میشه و میره. برای تعدادی از خانم ها و حتی تعدادی از آقایون و حتی افرادی که گذشته دار هستن، محرمیت افتاده، حضور شخص خوشقلب و مهربانی تو دل زندگیتون میبینم، کسی که خیلی نگرانتونه و بعضی اگه به مشکلی برخوری ازش اگه کمک بخواید کمکتون میکنه و به دادتون میرسه. حالا این هر کسی میتونه باشه، موقعیت کاریتون هستش، یه شخص مهربانی تو موقعیت کاریتون ممکنه حضور داشته باشه، تو زندگیتون، تو خانوادهتون، توی دوستاتون، نمیدونم تو رابطه، یه به هر حال هر کسی که هستن، شخصی که هر جای گیر بکنین به دادتون میرسه یا داره ازتون صحبت میکنه، داره بهتون اینو عنوان میکنه، بهتون مطرح براتون میکنه که اگر تو یک موقعیت قرار گرفتین که نمیدونستین چه کار بکنین، بهتر از کسی که تو این زمینه علمش رو داره، تخصصش رو داره، کمک بگیری، مثل پزشک، مثل وکیل، مثل مشاور، از کسی که کمکتون بکنه و شما در جهت درست شما رو هدایت بکنه و راه رو جلو پاتون بذاره. در کل محرمیت و ازدواج رو برای تعدادی از افراد میبینم و افراد حسودی که دور و برتون هستن و دیگه چیز دیگه ای که میتونم بگم، دیگه چیز دیگه ای نمیبینم و یه ناآرامی هم توی تعدادی از زندگی ها دارم میبینم، یا به هم ریختگی توی زندگی یه سری از افراد هستش، ولی میگم ناآرامی که تمام میشه، نگران نباشه. حالا این ناآرامی یا مانعی تایمی زمان میبره حل میشه یا نه، داره بهتون میگه برای بیرون اومدن از این ناآرامی ممکن بهتره که از کسی کمک بگیره تا کمکتون کنه و شما رو از یک آرامی بیرون بیاره. با آرزوی بهترین ها برای شما نازنینان، تا دیداری بعد، خدا نگهدار. پالکده آرزو.